بحث مقاومت های الکتریکی دقت کنین عزیزان مقاومت کل یک مدار خوب گوش کن مقاومت کل یک مدار متشکل از چند قسمته یعنی چی؟ من تخته رو پاک کنم خیلی خوب گوش کن عزیز جان اگه من یه مدار داشته باشم فرض کن این یه لامپه یه لامپ درسته؟ هم یه به این صورت. اومدم وصلش کردم. اینا سیم سیم توسط سیم وصلش کردم به یه منبع ولتاش بیا. یه باتری. درسته؟ این مدار یه سری مقاومت داخلش هست. چه مقاومتی؟ یک. میتونه مقاومت خارجی باشه. من برای محدود کردن جریان، برای محدود کردن جریان الکتریکی بیا مقاومت بزنم. بچه این علامت مقاومت. بیا. این علامت مقاومت R رزیستور مقاومت یکی از علائم مقاومت توی در واقع نقشه ها اینه خب میتونم بیان مقاومت خارجی بذارم برای این مدار و جریانی که قرار داخل این مدار به گردش در بیاد رو کنترل بکنم اوکی پس مقاومت یک مدار متشکل از چند قسمته یک مقاومت هایی که به صورت خارجی خودمون داخل مدار گذاشتیم دو مقاومت سیمای رابط پس تمام این سیمایی که اومده منبع ولتاژ رو وصل کرده به مصرف کننده حالا ممکنه لامپ باشه ممکنه الکتروموتور باشه ممکنه هیتر باشه تمام اینها یه مقاومتی من ریز میکشم یه مقاومتی دارن اوکی تمام اینا یه مقاومتی دارن که بسته به چی داره به طول سیم به سطح مقطع سیم به جنس سین اوکی okay. خیلی و دیگه چه مقاومت هایی دارم؟ مقاومت خود مصرف کننده این مصرف کننده بسته به توانی که داره بسته به حجمی که داره بسته به انرژی که از شبکه دریافت میکنه بسته به ابعاد و اندازش بسته به کاری که من انتخاب کردم این مصرف کننده رو برای اون کار یه مقاومت الکتریکی داره میتونه الکتروموتور باشه یه مقاومت الکتریکی داره لامپ باشه یه مقاومت الکتریکی داره المنت باشه یه مقاومت الکتریکی داره ها؟ پس مقاومت مجموع این مدار مقاومت این مدار متشکل از چند قسمته یک مقاومت خارجی که خودم دستی میذارم تو مدار دو مقاومت مصرف کننده سه مقاومت منبع ولتاژ و چهار مقاومت سیمها اوکی همه اینها میتونن یک مقاومتی داشته باشن و این نکته فوق العاده مهمه باید بهش دقت بکنی بریم جلوتر حالا هی بازش میکنم و بیشتر و بیشتر باید باز میکنم بیا تو تصویر تو پاورپوینت نگاه کن مقاومت کل یک مدار مجموع مقاومت های سیم های رابط منبع ولتاژ مصرف کننده و اینجا ننوشته مقاومت اکسترنال یا همون مقاومت خارجی که خودم به مدار اضافه میکنم معمولا مقاومت مصرف کننده الکتریکی به مراتب از مقاومت سیم های رابط و منبع ولتاژ بیشتره به خاطر همین خیلی جاها مقاومت سیم های رابط رو ما در نظر نمیگیریم اصطلاحا میگیم قابل اغمازه یه جورایی زیر سیبیلی ردش میکنیم همینطور منبع ولتاژ خیلی جا بچا نمیتونیم ردش کنیم ما یه توضیح بدم همینجا همینجا پرانتز بکنم بهترین جا همینجاست مقاومت های رابط و مقاومت منبع ولتاژ رو بعضی جاها من میتونم در نظر بگیرم بعضی جاها میتونم در نظر نگیرم کجاها میتونم در نظر بگیرم کجاها میتونم در نظر نگیرم فرض کن من دارم با یه سنسوری اطلاعات یک کوره رو میخونم یک کوره یک کوره دما دم. دارم اینها ببین اینجا نگاه کن یک کوره دارم اینجا مثلا کوره آجور اوکی okay. یه سنسور فرض کن سنسور ترموکوپل یا سنسور های دیگه یه سنسوری دارم دمای کوره رو میخونم اینجا هم تابلو برقمه اوکی okay. اگه فاصله بین تابلو برق تا کوره زیاد باشه من بیام با سیم اینجا رو در واقع با یه سیم باید بیام سنسور رو به تابلو برق وصل کنم دیگه بچا این بحث خیلی تخصصی ها من فقط میخوام یه فعل جمله بگم وارد ریز جزئیاتش نمیشم تو دوره اتوماسیون کامل رو گفتم توضیح دادم با یه سیمی من میام چیکار میکنم میام این کوره رو وصلش میکنم اصطلاحاً سنسور رو وصل میکنم به تابلو برق اوکی بچا اطلاعاتی که این سنسور دما برای من به ازای دمایی که اندازه گیری میکنه تولید داره میکنه یه ولتاژ الکتریکی دیگه این ولتاژ الکتریکی در حد میلی ولت در حد میکرو وولته. خیلی ریزه ترموکوبل بوده که من راجع به اساس کار کردش صحبت کردم این ترموکوبله گفتم آقا این ترموکوبله به از یه سر به هم جوش خورده دو تا فلز غیر هم جنسه. ببین همه رو دارم به هم بست میدم و همه رو دارم به هم میچسبونم خیلی قشنگه این کلاس گفتم دو تا فلز غیر هم جنسه. اگه به محل اتصالشون حرارت بدم توی این دو سر یه ولتاژ در حد میلی ولت یا میکرو تولید میشه یاد میاد ها این ترموکوبله است دیگه فرض کن این ترموکوبله رو گذاشتم توی کوره دارم چیکار میکنم دارم دما رو باش میسنجم به ازای دمایی که این در واقع ترموکوبل داره باهاش برخورد میکنه و دما رو داره اندازه گیری میکنه یه سیگنال الکتریکی تولید میکنه این سیگنال الکتریکی در حد میلی ولت یا میکرو بولته. درسته بله اینو بذار کنار اگه من بیام فاصله بین کوره و تابلو برق زیاد باشه و من بیام سیم کشی بکنم دیگه اینجا مقاومت سیم قابل چشم پوشی بگو نیست چرا؟ چون باعث خطا در اطلاعات دریافتی میشه گرفتی موضوع خیلی مهم ها. دیگه حالا بعد بیام یه سری پولیتیک و تکنیک و راهکار و بند و ماده و تبصره بزنم که اصلا مورد بحثمون نیست من فقط میخواستم بگم وقتی اطلاعاتی که داریم دریافت میکنیم رو میخوایم با یه سری سیم هایی این اطلاعات رو از دستگاه ببریم به سمت تابلو برق ممکنه این اطلاعات بسیار حساس باشه یا اندازه الکتریکی این اطلاعات خیلی کم باشه میلی ولت وقتی میخوام انتقالش بدم دیگه اینجا مقاومت سیم مقاومت مسیر خیلی مهم میشه اینجا دیگه نمیشم پوشی کنم راهکار چیه راهکار الا راه برای رسیدن به خدا هست که تو بحث مربوط به خودش بحث میکنیم فقط من خواستم ب... ب... بگم که بعضی جاها قابل پوشی نیست مقامت سیم رو باید اصطلاحا لحاظ بکنیم در نظر بگیریم اما بعضی جاها قابل چشپوشیه مثلا من میخوام یه لامپ رو روشن بکنم آقا چند نفر از ما تو خونمون میخواستیم یه لامپی رو روشن بکنیم میخواستیم یه فنی رو روشن بکنیم تلویزیون رو روشن بکنیم اومدیم دقت کردیم به مقاومت سیم اصلا مهم نیست حالا مقامتش دو اهم باشه یا ده اهم باشه یا پنج اهم باشه خیلی مهم نیست دقت کردی تو کاری که میخوایم بکنیم خیلی کار مهمی نیست میخوایم تلویزیون روشن کنیم دیگه یه لامپو میخوایم روشن بکنیم دقت کردی چی دارم بهت میگن؟ پس بعضی جاها قابل چشموشی بعضی جاها غیر قابل چشموشی بیا تو تصویر پا خیلی باد کار دارم به به برای دقت کن این جمله خیلی جالبه خیلی جالبه این جمله برای کنترل جریان در یک مدار در بسیاری از مواقع نیاز به مقاومت الکتریکی ببین من گفتم هر فلز یه مقاومت الکتریکی داره درسته ها خیلی خوب حالا من میخوام بیام جریان رو محدود بکنم یه مصرف کننده دارم اوکی میخوام جریانی که به این مصرف کننده میرسه رو محدود بکنم فرض کن محدود م... مصرف کننده لامپه میخوام چی کار بکنم؟ میخوام نور لامپا کم بکنم نمیخوام لامپ لامپا بیشترین توان کار بکنه اوکی؟ نمیخوام با بیشترین توان کار بکنم. برای اینکه با بیشترین توان کار نکنه باید چیکار بکنم؟ باید انرژی کمتری بهش بدم درسته؟ برای اینکه انرژی کمتری بهش بدم باید کار بکنم؟ دارم میرم تو اتم ها باید الکترون کمتری آزاد کنم درسته؟ بله برای اینکه الکترون کمتری آزاد بشه یا اصطلاحاً. در برابر عبور الکترون ها مقاومت ایجاد بشه باید چیکار بکنم باید مقاومت الکتریکی رو افزایش بدم باید گذردهی الکترون ها رو سطحش رو بیارم پایین اصطلاحا در برابر جریان الکتریکی محدودیت ایجاد بکنم اوکی ها محدود بکنم نذارم جریان بره جلو جریان الکتریکی برقرار بشه خب راهکار چیه دو سه تا راهکار دارم یک بیام این سیما رو انقدر طبق این رابطه انقدر این سیما را بلند بگیرن تا مقاومت مدار بره بالا و جریان محدود بشه خب راه درستیه قربونت برم مثل اینه که ما پوکا چکش ورداریم بزنیم تو سر خودمون خب خو هرچی تو طول سیما بیشتر میگیری مهندس باید پول بیشتری بدی ها لذا پس اون, اون اصلا غلطه هیچی بلش کن راهکار دوم بیام از مقاومت‌های خارجی استفاده بکنن ما توی صنعت تجهیزاتی داریم تحت عنوان مقاومت های الکتریکی اینا ذاتشون برای محدود کردن جریان ساخته شده اصلا برای این کار ساخته شده اوکی کاربردای دیگه ای هم داره که تو خلال کار من بررسی میکنم خب بیا تو تصویر پاورپوینت برای کنترل جریان در یک مدار در بسیاری از مواقع نیاز به مقاومت های الکتریکی این مقاومت ها را معمولا از کربن یا کنستانتن استفاده در واقع میسازندشون اینا مواد سازندشون دو تا از در واقع مواد یا ترکیباتیه که مقاومت ها رو باش میسازن به خصوص کربون خیلی اینا استفاده میشه توی معمولا امتحان هم که ما خدمتون هستیم و معمولا ازتون امتحان میگیریم هفته به هفته سعی میکنیم کار رو انجام بدیم در حقیقت اینا جز تستاتون میتونه باشه و خیلی باعث میشه که سطح آمادگیتون بره بالا البته بچه توی عمل اینکه شما بدونید کربن یا جنسش چیز دیگری است شاید خیلی بهت کمک نکنه در بعضی موارد 5 درصد میتونه کمک بکنه ها اینو بگم که حالا موردش نیست جاش نیست که من بخوام اونو باز بکنم ولی این رو بدون بیشتر جنبه تئوری داره اینکه جنس مقاومت از چیه جنس مقاومت از چیه بیشتر جنبه تئوری داره